مسابقه شترمرغ‌ها گرفته تا شمشیری که شنهای زمان را در خود نگه می‌دارد و حرکات آکروبات عجیب و غریب و قورت دادن قسمت‌هایی از زمین توسط قدرت جاذبه از عجایبی است که در فیلم Prince of Persia The Sands of Time یا شاهزاده ایرانی شنهای زمان محصول والت دیزنی اتفاق می‌افتد. افتتاحیه فیلم در سینمای ویو لندن برگزار شد. بازیگران و صدها دست‌اندرکار و خانواده‌هایشان با لباس‌های مجلل بر فرش قرمز ظاهر شدند تا یک بار دیگر این فیلم را تماشا کنند. این فیلم با کارگردانی مایک نیول بریتانیایی داستان پادشاهی ایرانی است که پسر بچه یتیم را به فرزندخواندگی می‌پذیرد و او را همچون دو پسر دیگر خود بزرگ می‌کند. اما ماجرا آنچنان هم بر وفق مراد پیش نمی‌رود و جنگ و ستیز بر سر قدرت داستان را به یک داستان حماسی و هیجان آور تبدیل می‌کند. نیول عقیده دارد که تاریخ جنگ و ستیز ایران او را به ساخت چنین فیلمی تشویق کرد و به او الهام بخشید. The Persians were the people who gave the Romans most trouble. زمانی که تحقیق و جستجو را درباره ایران شروع کردم، متوجه شدم که ایرانی‌ها اولین کسانی بودند که بیشترین مشکلات را برای رومی‌ها به وجود آوردند. ایرانی‌ها مشکلات بی‌پایانی را برای اونها به وجود آوردند. اونها در جنگ و مبارزه خیلی خوب بودند و همین باعث شد که خیلی علاقمند بشم این فیلم رو بسازم. ایده ساخت فیلم از بازی‌های کامپیوتری جوردن مکنر، سازنده و توسعه دهنده بازی‌های کامپیوتری گرفته شده است. مکنر داستان اصلی را از شاهنامه فردوسی پس از خواندن آن به زبان انگلیسی در دهه 80 گرفت. او برای نوشتن سناریوی فیلم نیز شاهنامه را بازخوانی کرد تا بتواند شخصیت‌های فیلم را نامگذاری کند. The Prince of Persia in the games, you know, never had a name. در تمام این سالها شاهزاده ایرانی در این بازی‌های کامپیوتری اسم نداشت، اما در این فیلم شخصیت اصلی داستان صاحب خانواده و دو برادره و در نتیجه فکر کردم بهش اسم می‌بدم. برای منم مهم بود که اسم درستی رو انتخاب کنم. وقتی شاهنامه رو بازخونی می‌کردم به اسم داستان برخوردم. داستان زال در شاهنامه رو خوندم که سیمرغ بهش میگفت من به تو نام جدیدی میدم، داستان. معنیش چابک و زبله که در اصل به قهرمانانی چون رابین هود، زورو و ایندیانا جونز هم داده شده. خب این شاهزاده ایرانی هم چون این قهرمانی. The gods have a plan for you. A destiny. جیک جلنهال در نقش داستان پسرخوانده پادشاه، پسری جنگجو و قوی است که به برادران خود کمک می‌کند تا شهر و قلعه الموت را تسخیر کنند. البته برای تبدیل شدن به چنین شخصیتی در فیلم، جلنهال مدت‌های زیادی از وقت خود را به تمرین و زیبایی اندام اختصاص داده است. The challenge of doing a British accent, the challenge of, you know, getting in shape and learning new skills like... باید لهجه بریتانیایی یاد می‌گرفتم، ورزش می‌کردم، مهارت‌هایی مثل حرکات آکروبات و شمشیربازی و اسب سواری و بوسیدن پرنسس رو هم باید یاد می‌گرفتم. چی بهتر از این که یکی بهت بگه هر روز صبح که از خواب پا میشی برو بدو شمشیر بازی و اسب سواری کن و از ساختمونا به پرهس بچگی به آدم دست میده. همون بچه‌ای که چند سال پیش با کامپیوتر این بازی‌ها رو می‌کرد حالا قهرمان اصلی داستانه. توطئه چینی‌های مکرر توسط نظام برادر شاه با بازی سر برن کینزلی بازیگر بریتانیایی علیه شاه و پسرانش برای در دست گرفتن قدرت باعث مرگ شاه می‌شود. کینزلی به جرأت یکی از معدود بازیگران است که در نقش‌های گوناگونی از جمله یک ژنرال تبعیدی ایرانی در فیلم The House of Sand and Fog یا خانه از شن و مه نیز در گذشته بازی کرده است. بازی در نقش‌های متفاوت کاملا همان چیزی است که او دوست دارد. لایه‌های شخصیتی زیادی در این نقش وجود دارد که برای یک بازیگر بسیار جالبه اونا را کشف کنه. وقتی یه جنبه این شخصیت رو پیدا می‌کنین، بلافاصله متوجه جنبه‌های شخصیتی دیگه اون میشه. متأسفانه شخصیت من پر از انتقام و حسودی است، اما بعضی وقتا هم رفتار درست مانند یک پرنس با ادب و کمک کنه. پیدا کردن چنین صفاتی در یه نفر خیلی جالبه. Thank you.
از مرگ پادشاه همه چیز گردن دستان میافتد و او مجبور میشود با جما آرترتن بازیگر بریتانیایی در نقش تهمینه پرنسس چابک الموت از دست ماموران پادشاه یعنی برادر بزرگ خود فرار کند و تهمینه برای نجات شمشیری کشنهای زمان را در بر دارد و زمان را به عقب باز میگرداند او را در سفری نه چندان به دور از عشق دنبال کند. جما میگوید که دوست داشت این شمشیر واقعی بود و شنها زمان را برای او باز میگرداندند. دوست دارم به عقب برم و چیزای زیادی رو ببینم. همیشه زمانای به یاد موندنی وجود داره که آدم میخواد ببینه. دوست دارم به لندن در دهه 60 برگردم. خیلی چیزای اون موقع عوض شده و یه انقلاب واقعی بوده. جری براکایمر تهیه کننده فیلم که برای ساخت فیلم‌های چون Pirates of the Caribbean یا دزدان جزایر کارائیب مشهور است میگوید که هنگام تهیه فیلم با مشکلات آب و هوای گرم و طاقت فرسای مراکش روبرو شدند. همچنین موفق نشدند به گرفتن ویزا برای گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی نیز کمی مشکل ساز بوده. ما با یه دختر زیبای ایرانی صحبت کردیم و می‌خواستیم آزمایشش کنیم. اما او دچار مشکل گرفتن ویزا برای خروج از ایران شد. همون دختری که در یکی از فیلم‌های مایکل من بازی کرده. دوخت 7000 لباس و ساخت ساختمان‌ها و فضای فیلم و تمرین دادن بازیگران دو برابر یک فیلم معمولی به طول انجامید. قرار است این فیلم امروز 28 می به سینماها بیاید. سحر سپهری، صدای آمریکا، واشنگتن. Are you not curious why an orphan from the streets would be chosen to become a prince? The gods have a plan for you, a destiny. There are those who would use the power of the dagger to destroy the world.